مجموعه رو اگر ما بخوایم از دیدگاه سازماندهی مورد بررسی قرار بدیم، در سه دسته کلی قرار میگیرن. دسته اول آثار و منابعی هستند که با همت و پشتکار و پشتوانه حاج محمد رمضانی در نشر کلاله خاور منتشر شدند. دسته دوم آثاری هستند که با تصحیح و تألیف و تحقیق حاج محمد رمضانی منتشر شدند و ایشون در نقش آفرینی این کتاب نقش داشتن، نقش اساسی داشتن. و دسته سوم آثاری هستند که به همت و پشتوانه ایشون جمع‌آوری شدن، که این دسته سوم حجم عظیمی از این مجموعه رو شامل میشه. دید باز ایشون رو نسبت به منابع نشون میده، حالا چه توی منبع نظامی باشه، چه توی منابع حالا فقهی باشه، کتاب‌های درسی باشه و یا سایر منابع. آقای رمضانی این مجموعه سازی رو تقریبا حدود یک قرن پیش، یعنی 100 سال پیش جمع آوری کرده، یعنی با محدودیت هایی که 100 سال پیش رو بوده، یعنی با امکانات و ارتباطات و اطلاعاتی که 100 سال پیش این مملکت حاکم بوده، نه به این وسعتی که امروز بوده. این کتاب های درسی چیزی حدود 3200 کتاب به صورت کتاب چاپ سنگی، چاپ سربی، گراور و چاپ ساده هستش. بخش اعظم این کتاب ها مربوط میشه به کتاب هایی که اهدایی کتابخانه شخصی محمد رمضانی هست. تقریبا 1900 عنوان، نشریه در قالب های مختلف، سالنامه، مجلات، نشریات و غیره هستند که بخش قابل توجهی البته از این مجموعه گویا در ابتدای کار به دانشگاه تهران منتقل شده بوده و بخشی از اون در این کتابخونه باقی مونده. مجموعه دیگه که میتونیم نام ببریم که به کتابخونه آیت الله بروجردی اهدا شده، مجموعه نظامی هستن. مجموعه نظامی توی ساختار خودش تقسیم بندی های متفاوتی رو میگیرن. به طور مثال اگه بخوایم از دوره تاریخ اونا رو تقسیم بندی کنیم، دوره قاجار و پهلوی رو شامل میشن. از لحاظ نوع چاپ سنگی و سربی قالب این نوع چاپ ها هستن و از لحاظ موضوعی هم شامل آموزش میشن، جغرافیای تاریخی، تاریخ نظامی و موارد دیگر رو شامل میشن. تو مجموعه کتاب‌های حالا چاپ سربی یا چاپ صنعتی ایشون ما حجم قابل توجهی از کتاب‌هایی رو داریم که کتاب‌های درسی آموزش و پرورش هستن و کتاب‌های حالا وزارت آموزش و پرورش کتابات یا وزارت معارف سابق هستن، که باز دوباره تو همون موضوع، تو همون کتاب‌های درسی ما رشته موضوع ادبیات باز نقش پررنگ‌تر آموزش خط و زبان فارسی رنگ بیشتری رو داره به خودش گرفته. حاج محمد رمضانی
نگاه ویژه‌ای به کتاب‌هایی که مربوط به کشورهای دیگه بوده داشته و ما اون کتاب‌ها رو تو مجموعه‌مون داریم، مثل کتاب‌های درسی عربی که مربوط میشه به لبنان، حتی ما کتاب آموزش زبان فارسی در کشورهای عربی رو ما تو مجموعه‌مون داریم، کتاب‌هایی که مربوط میشه به آذربایجان، مربوط میشه به گرجستان، ترکیه، کتاب‌های مربوط به لبنان، سوریه. این نشان از اون نگاه همه جانبه آقای محمد رمضانی داره که توی مجموعه سازی خودش، تو نگهداری منابع خودش به این منابع داشته. شاید بشه گفت اون زمان که آقای رمضانی اقدام کردن به گردآوری منابع اطلاعات، امروز را می‌دیدند که برای در واقع انتقال گذشته به آینده نیاز به منابعی هست که به صورت تجمیع شده در یک منابع حضور داشته باشند، که شاید بهترین اونها همین سالنامه‌ها بودن که کل اتفاقات یک سال، به اصطلاح ما میشه گفت تقریبا قدیمی ترین سالنامه‌مون که مربوط به حدود سال 1107 خواهد شد، ما در واقع از سال 1107 تا پیروزی انقلاب سالنامه‌های مختلفی در این بازه زمانی داریم. یعنی یک محقق بخواد در این بازه زمانی در موضوعات مختلف، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی، اطلاعات و اسناد معتبر و داده‌های در واقع مستند تاریخی در اختیار داشته باشه، این سالنامه بسیار میتونن به محققین کمک کنن و در بحث‌های پژوهشی به عنوان در واقع سندهای دست اول میشه مورد استفاده اونها قرار بگیره. اما چیزی که توی خود این مجموعه ها قابل اهمیت هست اینه که هر کدوم از این موضوع ها خودشون نکاتی رو دارن که خیلی برجستش کردن. به طور مثال ما میتونیم نقشه های خیلی نابی رو توی این متون پیدا کنیم، یا میتونیم زمانی که سراغ آموزش میریم آموزش یگانه ها و قشون رو در نظر بگیریم، و یا اینکه توی این ساختار ادوات جنگی آموزش اونها خودش یک بخش عظیمی رو در بر میگیره که اطلاعات جامعی رو در مورد ابزارهایی که حالا استفاده می شده در زمان خودش اطلاعات خوبی رو به مخاطبش میده، که به نظر من تاریخچه ای از این ادوات جنگی خودش مبحث مهمی توی این مجموعه نشون داده میشه. همینطور بعضی از عناوین روزنامه هایی که ما در مجموعمون داریم، مثل روزنامه رسمی کشور، روزنامه عدلیه کشور و روزنامه های دیگری که در اون زمان منتشر میشده و اکثرا الان شاید انتشار اونها متوقف شده، اما در دوره خودشون بسیار تاثیرگذار بودن، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اجتماعی این روزنامه ها پیگیری میشده و اهمیت داشتن و در فرایندها و اتفاقات مختلفی که در کشور اتفاق می افتاده ما در واقع رد پای این روزنامه ها را می دیدیم که اطلاعاتی که منتشر می کردن تأثیر می گذاشته. البته ما این کتاب ها رو در 4 سطح کلی دستبندی کردیم، به نام سطح اکابر، سطح ابتدایی، سطح متوسطه، که خود متوسطه از 6 سال دوم متوسطه مربوط میشه به 6 سال دوم متوسطه و مربوط میشه به دانشسراها یا همون سطح عالی. پس ما اگر بخوایم یکم تحلیل گونه وارتر به این مسئله نگاه کنیم، به این موضوع نگاه کنیم، میبینیم حاج محمد رمضانی یه دغدغه بیشتری داشته نسبت به حفظ این فرهنگ و ادب ایرانی و فارسی، و شاید به دوره آموزش دوره کودکان و نوجوانان توجه بیشتری داشته، و شاید بتونیم بگیم که این دوره رو دوره آموزش نهادینگی ایشون در نظر بگیره و بیشتر به این دوره توجه داشته، علاوه بر این که تو دوره‌ای که ایشون چاپ هم داشتن، یعنی انتشارات کلاله خاور، یه مدتی هم خودشون متولی چاپ کتب درسی بودن.